من نمیفهمم تو این خونه چه اتفاقی میفته مامان. چی شده؟ آخه چرا شما تارا رو مجبور میکنی لباس سفید بپوشه؟ واسه این که برای بیوه همین یه رنگ وجود داره. مامان شما هم بیوه این، چرا شما نمیپوشی؟ من فرق دارم، سن و سالی ازم گذشته. و شما میخواین تارا اینجوری عمرشو بکسرونه؟ چرا میخواین این رسومات مسخره رو به اون تحمیل کنین؟ دخالت نکن، تو هیچی نمیفهمی. من واقعا نمیفهمم. شما لطفاً از عقل خودتون یه ذره عقل بهم بدین تا من هم بفهمم که چه خبره. ساکت شو فرهاد. مادر جون. به من نگو مادر، خیلی ناراحتم کردی. مادر جون لطفاً منو ببخشین، اشتباهی خیلی بزرگی ازم سر زد. لطفاً منو ببخشید مادر جون. برای پسر فقط مادر عزاداری میکنه، همسراشون که فقط تظاهر میکنن. مادر جون لطفاً این حرفو نزنین، شما میدونین من از هر گوشه ی این خونه فقط صدای آرمانو میشنوم. لطفاً مادر جون منو ببخشید. وایستا ببینم چی کار میکنی. من دارم وجود آرمانو حس میکنم. لطفاً منو ببخشید مادر جون. لطفاً منو ببخشید، خیلی اشتباه بزرگی کردم. لطفاً منو ببخشید. همه میگن که خودمو کنترل کنم، باید قوی باشم، اما هیچکی نمیگه که چطور باید این کارو بکنم. الان دیگه مادر جونم به خاطر من نگران شده، نمیتونم به خاطر من یا بیوه شدنم. هیچکی کنارم نیست که سرمو روی شوناش بذارم و یه دل سیر گریه کنم. اما من هستم. منظورتون چیه؟ یعنی این که شما هر کاری داشتین، هر چی نیاز داشتین به من بگین. من از شما هیچ کمکی نمیخوام. اما منم به خاطر خودتون میگم، توی این خونه هیچ کس نگران شما نیست، واسه همین. شما منظورمو فهمیدین؟ اینجا چی کار میکنی؟ فاین، کاظم چی بهت گفت؟ هیچی نمیگفت. دخترم ببین، دخترم ناراحت نشو، توی عدت هستی، از نامحرم باید رو بگیری. فهمیدی؟ بله. در اصل نوبت من بود برم پسرم. تو چرا اینقدر زود رفتی؟ من وقتی بهت فکر میکنم نمیتونم صبور بشم، جیگرم آتیش میگیره، پسرم آتیش میگیره. دارین گریه میکنی. اشکام اصلا دست خودم نیست، چی کار کنم؟ بیایید صبحونه بخورید، روز به روز دارید ضعیف میشید.
دلم نمیخواد چیزی بخورم. وقتی به اون فکر میکنم که آرمان زیر خاک دفن شده، قلبم توی دهنم میاد. نمیتونم چیزی بخورم. ای بابا چه گرفتاری شدیم. از وقتی آرمان مرده، خندیدن و حرف زدن و حتی زنده موندنم برامون حروم شده. دم به دقیقه این پیرزن گریه میکنه و عزاداری میکنه. پس کیا قراره برن؟ در واقع هممون باید بریم. شوهر خالد از نزدیک همونه که فوت شده. باشه پس حرکت کنیم. همین جوریش هم دیر شده. خاک سپاری ساعت 9 یه وقت دیر نشه. آره تو درست میگی، اما تارا چی میشه؟ چطور تنها خونه بمونه؟ خب اینم با همون میاد. ببین پسرم، ما رسم نداریم زن بیوه رو از خونه بیرون ببریم. در ضمن امروزم کار خوبی نکردی بیرون بردیش. شما که میدونید کار مهمی بود، برای همین بردیمش. فقط همین یه امشبه، فردا بعد از مراسم ختمش دوباره برمیگردی. تارا تو نمیتونی تنها بمونی؟ آره نگران نباشید مادر جون، میتونم تنها بمونم. باشه پس بریم دیگه. فرهاد ماشین رو روشن کن. درسته تارا جان. دخترم تو که تنهایی نمیترسی، میتونی تنها بمونی؟ آره مادر جون انقدر نگرانم نباشید، من نمیترسم. باشه پس تو یه کاری کن، همه یه در رو قفل کن و اگه کسی از بیرون اومد در رو براش باز نکن. باشه؟ فقط حرف چند ساعته، ما تلاش میکنیم زودتر بیایم دخترم. وای آبجی، اون که بچه نیست، خودش حواسش هست. خاله مامانم راست میگه، شما علکی نگران میشید. دیگه بریم، خیلی دیر شده. به نظرم هوا امروز خوب نیست. باشه بریم. خب دخترم مواظب خودت باش. باشه؟ چشم. ما سعی میکنیم زود برگردیم. زیباترم شده؟ خوشت اومد؟ خیلی خوشگله. خیلی هم گرامه. من که دلم میخواد بلند داد بزنم و به همه دنیا اعلام کنم که من دارم بابا میشم. وقتی بچت به دنیا اومد اینقدر داد میزنه که تو کاملا باورت میشه که بابا شدی آرمان خان. تو ببین من از پسرم چه استقبالی خواهم کرد خانم. تو
منو دیوونه فرض کردی؟ ولم کن کازم. الان میبینی چطور ولت میکنم. کازم ولم کن. تو چطور جرأت کردی به تارا دست بزنی؟ ها؟ فرهاد، داری چی کار میکنی؟ از این بپرس میخواسته چی کار کنی؟ چطور جرأت کردی بهش دست بزنی؟ صبر کن، تو به من بگو، چرا اینجا اومدی کازم؟ به من بگو، چرا اینجا اومدی؟ اون صدام زد که بیام. حداقل مراعات بیوه بودن تو میکردی. زنده داشت قسم میخورم که من کاری نکردم. آره، زیر بارون تو آغوش آقا کازم خودتو انداختی، بعد میگی کاری نکردی. زنده داشت بهم اعتماد کنیم. اون به زور منو دیگه این بازی نکن. ما همه چیو با چشمای خودمون دیدیم. اما همش دروغ بود زنده داشت. برقای خونه رفته بود. من از اتاقم اومدم بیرون و دیدم اون از قبل اونجاست. آره، نکنه کازم خودش جادوگره، مگه نه؟ چطور میتونه بیاد؟ هر دوتون ساکت شین. زیاده روی میکنی. راست میگید، تو دیگه خیلی زیاده روی کردی تارا. داداش فرهان، شما به حرف من اعتماد کنید. من هیچ تقصیری ندارم. عجبا، چطوری جرأت میکنی جلوی شوهر من وایسی؟ از شوهرم دور بمون. زنداداش، من اصلا بهت اعتماد ندارم. حالا برو توی اتاقت، خاله بیاد برات تصمیم بگیره. برو. خیلی برات متاسفم. مراعات منه، حداقل مراعات بیوه بودن تو میکردی. آره، زیر بارون تو آغوش آقا کازم خودتو انداختی، بعد میگی کاری نکردی. آره، نکنه کازم خودش جادوگره، مگه نه؟ چطور میتونه بیاد؟ داری میبینی آرمان؟ اون تو رو یه دوست داشتنید. چقدر مظلوم و بی‌پناه شده، درست مثل گنجشک که بی‌پناه. داره با چه مشکلات و دشواری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.